خاطر اینکه یه فکر نکش فقط من سوال میکنم، شما هم اگه سوالی حتما به ذهنت اومد بپرس. نه خواهش، من فقط با فرید صحبت مرحوم قایقران رو کردم. من جا داره که به هر حال امروز روز ارتحال بزرگ مرد فوتبال ایران بود و خودم خاطرات زیادی از ایشون دارم و افتخار 3 سال بازی رو با ایشون داشتم در تیم ملوان، استقلال و ملوان، استقلال انزلی. یادش رو گرامی میدارم واقعا و جاش واقعا در فوتبال ایران خالیه. سیروس افتخار فوتبال ما بود و به قول آقای سالنی هفته پیش ایشون در مجله من داشتم نگاه میکردم و گفتن که در حال حاضر بهترین بازیکن ما از لحاظ تکنیکی علی کریمی هستش و علی کریمی نصف فوتبال سیروس رو نداشت. یعنی ایشون این از گفتهای علاته من نیست، آقای سالنی گفتن، مربی ایشون استاد بزرگ فوتبال ایران آقای بهمن سالنی. جاش همیشه برای ما خالی خواهد بود و روح شاد و به خصوص برای خانواده محترم قایقران، آقای پرویز قایقران پدر بزرگوارشون، واقعا جاش برای فوتبال و دوستداران فوتبال خالی هستش و روحش شاد باشه. واقعا مگه خاطرم باشه توی یکی از تورنمنت‌ها های کیفر آقای گل اون تورنمنت شدن که یه جام میده به ایشون داده شد و من فکر کنم اون جام الان تو خونه قایقران باشه. آقای قایقران باشه. بله چون فرستاد نظرشون. واقعا احسن. من حالا باز میخوام برگردم به ورزش تورنتو از آقای فرید زنده‌نژاد صحبت کنم که به عنوان کسی که یکی از قدیمی ترین افرادی هستید که در تشکیلات دستن در کار مسابقات تورنمنت ها بودید، تیم ها بودید، واقعا به عنوان کسی که میگم همیشه تو هر فعالیت ورزشی بوده شما دست داشتید، میشه این نوید رو داد به ایرانیانی که هر روز در تورنتو تعدادشون هم داره بیشتر میشه که ما در آینده نزدیک شاید شکوفایی یک لیگ باشیم؟ این همه بازیکن ایرانی در تیم‌های مختلف هستن، این همه ایرانیایی هستن که در تیم‌های غیر ایرانی دارن بازی می‌کنن، اینها رو حداقل سالی یک بار هم که شده خب ببینید ما در تابستان اینجا 3 ماه 2 ماه هوای خوب داریم دارست. میشه مثلا اون فرصت رو به وجود آورد که در اینجا یک لیگ مثلا 10-12 تیمه درست کرد و بعد حتی بتونیم از استان‌های دیگه دعوت کنیم، از که امریکا تیم‌ها رو بگیم بیان مثل سندیگو، این کار رو میشه کرد و آیا باید که حرکت رو نشون داد؟ اول خودمون، خود کسانی که هستن این کمیته ها رو تشکیل میدن، بچه ها دور هم دیگه جمع شن و بعد رفت. به نظر شما اون موقع اسپانسرها هم روی خوش نشون نمیدن، بهتر میتونن روی خوش نشون بدن و اسپانسرها رو جذب کنیم؟ ببینید بقیده من خواستن توانستن و از هر جایی که شروع بشه یا هر کی که بخواد شروع کنه، به هر صورت بازم میگم یک نفر باید پیش قراول بشه، بیفته جلو، را بندازه و یه عده دیگه بخوان که دنبال این قضیه رو بگیرم. ببینید من به تجربه بهم ثابت شده که ما ایرانیای این خطه دنیا باید یاد بگیریم اون چیزی رو که به دست میاریم یا برامون میارن بهمون میدن ازش حراست کنیم، یاد بگیریم نگهش بداریم، چون ببینید اینا آسون به دست نمیاد. یه عده میان وقت میذارن، کار میکنن، این دوستان عزیز هر کدومشون به یه نحوی اومدن تو این شهر کار کردن و باید از اون نگهداری بشه، باید پشتیبانی بشه، بایستی با راه درست توی یه خط درست پیش بره و پشتیبانی. و من فکر میکنم که ما بتونیم یه همچی کاری بکنیم به شرطی که قدرشو بدیم و بخوایم نگهش داریم و ادامهش بدیم. این ادامه دادن خودش تداومش مهمترین چیزه. ببینید جام دوستی آمریکا اگر خاطرتون باشه سالهای سال تو سندیگو برگزار میشد و بسیار خوب بود، تداوم خوبی داشت، حالا یه مقدار بالا پایین شد، بعد رفت به اورنج کانتی لس آنجلس، ولی داره برگزار میشه. مهم اینه که هستش، داره برگزار میشه و ما هم موقعیت خیلی خوبی داریم اینجا. الان ایرانی ها اونقدر زیاد شدن و اونقدر موقعیت و مکانهای ورزشی دارن بیشتر میشن، زمینهای زیادتری داره ایجاد میشه و زمینهای ورزشی هست. و حالا من یه چیز دیگه هم بگم، من البته نمیخوام حرف شما رو تصدیق نکنم در مورد پشتیبانی ها، من چند وقت پیش که با اون گروه حمایت از جوانان
فاندریزینگ داشتیم، واقعا شرمنده تمام ایرانی های این شهر هستم، واقعا کمک کردن و اومدن نشون دادن که میخوان کمک کنن و هستن کسایی که بخوان کمک کنن. شاید قصور از ما بوده که نرفتیم ازشون بخوایم و نخواستیم پا جلو بزنن. خب حالا اشکال نداره، وقت ما رو به اتمام هستش، ولی حالا که این فرصت پیش اومده به این خوبی، هم برنامه ورزشی داریم، هم روزنامه ورزشی داریم، دنیا ورزش، دوستان خوبمون کوروش عزیز که خودش یکی از فوتبالیست‌های خوب ایران بوده، کوروش تکسر، و این رسانه‌های گروهی رو داریم، ما میتونیم که امیدوار باشیم به اینکه این حرکت پا بگیره و شما به عنوان پیشکسوت و کسانی که از قدیم بودید این نوید رو میدید که میشه این کار رو دنبال کرد. من تشکر میکنم از شما، وقتمون رو به اتمام هستش، ولی برای عزیزان، علاقمندان و کسانی که هر هفته برنامه ما رو دنبال میکنن میگیم که ما هر هفته با دعوت از عزیزانی که در این راه بودن سعی میکنیم که این حرکت رو به سرانجام برسونیم و به زودی زود همین کمیته یا همین گرده همایی رو که بوده حالا یا در خود تلویزیون یا بیرون از تلویزیون جای دیگه انجام میدیم و فیلمش رو خواهیم آورد و این کار رو به شکلی که بشه انجام خواهیم داد که انشالله اسپانسر و حمایت عزیزان بیزنسمن و بیزنسمومن رو هم داشته باشیم. برای عزیزان من تشکر میکنم از حضور شما آقای فرید خان، وقتتون رو به ما دادید و امروز حضور داشتید. خواهش میکنم، من متشکرم از اینکه منو دعوت کردید و به امیدی که در برنامه آینده هم باز اگر که همچین فیلمو یا تصاویری که از همون برنامه یود داشتید برای ما بیارید، حتما که نشون بدید. حتما خواهیم. مرسی رامین جان. خواهش میکنم. منم به حضورتون عرض کنم که باید بگم که از صحبت‌های آفرید خودمون لذت بردم. ایشون تجربه خوبی رو در چند سال گذشته در برگزاری لیگ‌ها داشتن، هم لیگ هم تورنمنت، و من خودم جزو بازیکنان اون لیگ بودم و واقعا لذت بردم. خیلی منظم، خیلی عالی، و امیدواریم که بتونیم فرید این حرکت رو دنبال کنیم، فرید رو دوباره تشویق بکنیم، چون فرید مدیریت و برنامه ریزی برای این کار رو داره و میتونه این کار رو دوباره انجام بده و با پشتیبانی ما همین قول رو همینجا ازش میگیریم. خواهش می‌کنم، نصد نصد ببینید، ما هم در خدمت هستیم. بدون شما این کار هیچ موقع مقدور نبوده و بدون شما هم مقدور نخواهد بود. یه واقعیت، ما همه باید با هم این کار رو بکنیم. امیدواریم. اگر میخواید قولی از من بگیرید باید اول خودتون قول بدید. حتما. تشکر میکنیم از همه شما که بودید، تشکر از مهمان برنامه، تشکر از آقای حسین روزگار، آقای دامین کیفر، و تشکر از شما که بیننده برنامه بودید. به امید اینکه در برنامه آینده باز هم مهمانان دیگه داریم، راجع به این برنامه صحبت‌ها رو ادامه خواهیم داد و حتما این کار رو به سرانجام خواهیم رسوند. تشکر از اتاق فرمان، بچه‌ها که زحمت کشیدن، و تشکر ویژه از کوین نجفی، مشاور ناماشتای املاک در شهر تورنتو، به همراه کادر مجرب و ورزیده سنچری 21 که در خدمت ایرانیان عزیز هستند در امر املاک و سرمایه‌گذاری و خرید فروش املاک. ورزشکار، تندرست، سالم باشید تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که شما دوست دارید. خدا یار و نگهدارتون باشه.